تساوی جذاب و جنجالی در دربی 102 پایتخت. بازی استقلال پرسپولیس از همون ابتدا جذاب آغاز شد و در دقیقه 8 این بازی اولین موقعیت پرسپولیس شکل گرفت. ارسال خطرناک مهدی ترابی از روی ضربه ایستگاهی، ضربه سر علی نعمتی که حسین حسینی گرفت و در برگشت علی نعمتی باز هم زد که این بار آرمین سهرابیان توپ رو راهی کورنر کرد. در ادامه در دقیقه 11 نفر اول این بازی یعنی VAR وارد بازی شد. خطایی که میگفتن سهرابیان روی شهاب زاهدی انجام شده، اما پس از بررسی VAR همچین اعتقادی رو داور این بازی موعود بنیانیفر نداشت و پنالتی اعلام نشد. در ادامه در دقیقه 15 حمله خطرناک استقلال شکل گرفت. توپ سردرگمی که روز به چشمی سابوند و امید حامدی فر در عین ناباوری توپ رو به بیرون زد، اما آفساید هم بعدش داور اعلام کرد و نیمه اول این بازی با یک صحنه مشکوک دیگه به پایان رسید. در دقیقه 37 این بازی مهدی ترابی اومد توپ رو دفع کنه که توپ با دستش برخورد داشت و استقلالی ها شدیداً معتقد به پنالتی بودن، اما داور همچین اعتقادی نداشت و نیمه اول با نتیجه 0-0 تساوی به پایان رسید. نیمه اولی که جذاب نبود، اما نیمه دوم پر از حرارت و جذابیت و جنجال بود. در دقیقه 60 این بازی سانتر کورنر مهدی پور روی دروازه و ضربه سر گستاو برانکو که علی بیرو خیلی مطمئن توپ رو جمع کرد و بازی 0-0 باقی موند. در ادامه تعویض طلایی یحیی گل محمدی وارد زمین شد. در دقیقه 78 اشتباه خط دفاعی و حسین حسینی و توپی که نصیب امید عالی شاه شد و ضربه عالی امید عالی شاه به تور دروازه استقلال چسبید و حساب کار 1-0 به نفع پرسپولیس شد و این تیم 1-0 جلو افتاد. در ادامه امید عالی شاهی که گل اول رو زده بود اقدام کرد برای گل دوم. در دقیقه 80 شوت ناگهانی و خطرناک امید عالی شاه زوزه کشان واقعا از کنار دروازه حسین حسینی به بیرون رفت که اگر تو چارچوب بود گل میشد. حسین حسینی هیچ کاری هم نمیتونست بکنه. در ادامه حملات استقلالی ها ادامه داشت و در دقیقه 83 معتقد بودن باید خطای علی نعمتی روی پیمان بابایی پنالتی اعلام بشه. داور همچین نظری نداشت، اما در دقیقه 92 خطای علی نعمتی روی آرش رضاوند پس از بررسی VAR اعلام شد و پنالتی به نفع استقلال اعلام شد. اون هم چه دقیقه ای. کوین یامگا پشت توپ ایستاد و در دقیقه 97 این ضربه رو این چنین خلاف جهت و مطمئن تبدیل به گل کرد و بازی رو 1-1 مساوی کرد تا جواد نکونام سرمربی استقلال اولین دربی خودش رو در قامت مربی نبازه و این چنین و خوشحالی کنه. چقدرم خوشحالی زاید البصری رو از خودش جواد نکونام نشون داد و این دربی نسبتاً برای استقلالی ها بهتر شد. از اونجایی که گل تساوی رو ثمر رسوندن و از باخت نجات پیدا کردن و الان صدرنشین لیگ برتر هم هستن، البته با یک بازی بیشتر نسبت به سپاهان و سپاهان مرایس واقعا بی‌رحمانه داره در لیگ برتر جلو میاد و احتمالاً خیلی زود اون رو در صدر جدول لیگ برتر ببینیم. کار بسیار سختی استقلال پرسپولیس دارن برای قهرمانی از اونجایی که واقعا سپاهان خیلی تیم قویه. در نهایت خیلی خیلی ممنون که تا آخر ویدیو همراه ما بودید. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. لطفاً حتما نظرتون رو برامون کامنت کنید درباره بازی، درباره صحنه‌های جنجالی. به نظرتون پنالتی درست بود یا پنالتی‌های بیشتری هم میتونست داور بگیره یا نه؟ خیلی خیلی ممنون که تا آخر ویدیو همراه ما بودید. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. در آخر لطفاً لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره و حتماً نظرتون رو برامون کامنت کنید. من مهدی کبیری، اینجا فوت نیوز و خدا یار و نگهدار همه شما عزیزان.